چون اونجا نقشتون جهادی بود، نظامی بود، مستشاری بود. الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته. این هلال احمر پوشش بود، مستشاری نظامی بودید. اینجا. دیگه همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینها، مدارک اون اینا رو نوشتن، چندین کتاب تا حالا در اومده اینها. و خود این خانم این هم ولایتی مون، خانم این تو فتنه 88 خبرنگار خانم کریستیان، که همه دولت مردان ما دوست دارن، آقای احمدی نژاد دوستشون، با ایشون صحبت کنن، آقای روحانی مثلا، ایشون خواهر خواندگی احتمالاً مثلا با این دولت مردان ما دارنده اینها. مثلا یکی از مسئولین که اونجا مثلا موظف بود اطلاعات رو لو بده، این بی شرف جاسوس سی ان ان و بی بی سی کریستیان بود که اونجا خبرنگار بود. ولی واقعیتش اینه که در بوسنی تو بر قلب اروپا اتفاقاتی افتاد که حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان، گردان فلان، اینها، گردان همس سید و شهدا، گردان فلان، و عرضم به حضور شما که همون استیل رو بودن. اونها هم اومدن اونجا، مجاهدین از سر تا سر دنیا، اونایی که میتونستن آزاده ها اومدن اونجا. یه اتفاق جدیدی رقم خورد، تشکیل یگان های جهادی مسلمان در مقابل این چیزی که الان مثلا توی 5-6 ساله توی بوسنی، توی سوریه اتفاق افتاد، تو بوسنی قبلش اتفاق افتاد. یعنی هر کسی که ترک بود، بچهای حزب اللهی بودن که ارادت به امام داشتن، از ترکیه اومدن. اونی که تو فرانسه بود اومد، آلمان بود اومد، اون توی تونسیه پاشد اومد، نمیدونم. یه اتفاق عجیب، یعنی نهضت بسیجی جهان اسلام، چیزی که آرزوی حضرت